اما درد رو دارم بهتون میگم. به همین جهت با غرور و افتخار گفتیم ما فرماندهی روز چهارشنبه سوری رو در برون مرز همزمان با بچه ها در درون از مرزهای ایران به عهده میگیریم، اعلامش میکنیم. شاید در روز چهارشنبه سوری با فریاد و با رسوندن اهداف به درون ایران بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم و انحرافاتی رو که رژیم همواره در طول 9 ماه گذشته از طریق جرس و کلمه و موسوی و کروبی و دشاخترشیاش در خارج از کشور ایجاد کرده و توانستن ضربه مهلکی در 22 بهمن به رستاخیز ملی ایران بزنند رو بتونیم در چهارشنبه سوری جبران کنیم. بقیه که خوابن که نیستن. دنیا هر روز داره جلو میره، هر روز انسان باید متحولتر بشه، باید با جامعه و بتونه با زمان پیش بره. من که نمیتونم حرفای 30 سال پیشم رو تکرار کنم که 30 سال پیش من 35 سالم 36 سالم بود. تفاوت فکرم مغزم با امروز از زمین تا آسمون فرق میکرد. معذرت میخوام 25 سالم بود، 26 سالم بود. جنبشی که میلیون ها نفر در اون سهیم هستند، خزینه اشتباهات و انحرافاتی که در این جنبش ها ایجاد میشه به سبب نبودن یک رهبری منسجم و یک رهبری که بتونه ارائه کار بده، به قیمت گزاف جان آدمیان بیشتری و سرنوشت یک ملت تموم میشه. حرفای من گزنده است، حرفای من بده، حرفای من فاشیستیه، حرفای من گران قیمته برای بسیاری از کسانی که وزن رو به همین نحو میخوان. متفاوته، از عقل به دوره برای آنهایی که دیگر عقلی برای فکری، مغزی برای فکر کردن ندارند و همین مسائل بسنده کردن. هی به هم دیگه آقا کی پس تموم میشه، پس کی اینا میرن؟ اه آنچه که نقش رهبر رو در ذهن ما ایرانیان امروز بی اعتبار کرده، درک نادرست ما از محدوده اختیارات و مسئولیت های یک رهبره. امروز که من شما صحبت می کنم، مسئولیت یک رهبر با مسئولیت یک رهبر در 20 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، حتی سال پیش فرق میکنه. زمان در حال پیشرفته، تکامله. ما هرگز کسی رو به رهبری نمیپذیریم یا نخواهیم پذیرفت که بخوایم همه اختیارات رو بی آنکه کمترین مسئولیتی از او بطلبیم برای همیشه در اختیارش بگذاریم. من با شما رک و بدون رو در بایستی صحبت میکنم. برای همین باید اظهار نظر کرد، برای همین باید انتقاد کرد، برای همین باید نشست کارنامه 30 سال گذشته کشورمون رو هر روز مرور کرد و روی اونجاهایی که خطهایی که باطله روش خط سیاه کشید، روی اشتباهات خط کشید و در واقع تکرارش نکرد. مگر 31 سال پیش همین روشنفکران، همین اندیشمندان، همین تودهی ها، همین مصدقی ها، همین ملی مذهبی ها، همین مارکسیست لنینیست ها، همین هایی که امروز همه مصدق میکنن مثل اونایی دیگه که حسین میکنن یا اونایی که مارکس و لنین میکنن، مگه مردم ما رو گول نزدن و تمام اختیارات رو به اون خمینی گجستک دادن؟ 31 سال ما اسیرش هستیم؟ عجیب نیست که قانون اساسی
در حکومت اسلامی تنها قانون اساسی جهانه که عملاً و بدون پرده پوشی رهبری مطلقه و دائم العمر یک فرد رو بر تمامی مردم و نهادهای یک جامعه به شکل قانونی به رسمیت میشناسه. برای همین نمیگم این قانون اساسی با خون نوشته شده و ازش خون میچکه، باید نابودش کرد، باید سوزوندش. اون وقت ما یک کلام حرف میزنیم 50 تا استاد چوسک ایمیل پراکنی و دیویدی و ویدیو و کلیپ پراکنی و این اونو گفته و تو چرا اینو گفتی و اون اگه اینو میگه تو چرا اینو میگی و خجالت نکشید، کشور من در آتش داره میسوزه، به ناموس و شرف و حیثیت و من داره هر روز تجاوز میشه. 400-500 میلیون دلار هر دو سه ماه یه دفعه به لات و لوتا و چاقوکشای تو لبنان و توی فلسطین و این مرور دنیا داره باج داده میشه. تو نشستی نگران اینی که در چهارشنبه سوری مردم صدا و سیما رو با آتش بکشن یا 50 تا ساختمونای بسیج و اداره های راهنمایی و پلیس رو با آتش بکشن؟ آخ اینا خونه ماست، اینا سرمایه های ماست. یا ابلهی یا مزدوری. هرگز کسی در طول این 31 سال گذشته، خصوصا در طول 9 ماه گذشته، با اینکه بارها در طول 2 سال گذشته هر روز به نحوی از زنها لازیر بغل بالا پایین روشن خاموش اشاره کردم، هیچ کس این کمبود رهبری رو جدی نگرفت. با همه پس زمینه های ذهنی که بهتون دادم، کمبود رهبری در این جنبش ملی مردمی و در این رستاخیز ملی که امروز در کشور من جاریه در جریانه، هیچکی جدیش نمیگیره. همش نشستیم بحث میکنیم و جدل میکنیم و حرفای تکراری رو میزنیم و من که اینو گفتم و تو که اونو گفتی و تو چرا اگه اونی که اون گفته تو چیز دیگه میگی و عجب مردمی هستی. نبود رهبری و برنامه ریزی واحد برای نیروهای متعرض، خصوصا کسانی که خواهان نابودی رژیم اشغالگر اسلامی در کلیت و در تمامیتش هستند، بیش از همه در 22 بهمن خودش را نشون داد. شما نمیدونید من چقدر از 22 بهمن داغ دارم. بیاید رادیو تلویزیون های دیگه از وقتش گذشت. شب یه چند تا کوتوله رو دوزاری رو نشوندن، دیدن خبری نیست و اینا و خیلی هم خوشحال و اینا رفتن گرفتن خوابیدن. من میدونم چه صدمه ای به جنبش، چه صدمه ای. نه جنبش سبز که خزه یک کسافت اسلام سبز موسوی ها، شورای امنیت ملی رژیم ها به ملت ایران خورد. به رستاخیز ملی ایران خورد. برای که هیچ کس تا اون زمان اهمیت رهبری، انسجام، برنامه رهبر، برنامه ریز، برنامه ارائه کن، کنترل کن رو تا 22 بهمن درک نکرده بود. 22 بهمن بود با تمام صحبتهایی که من در طول 2 سال گذشته کردم و کسی اهمیت نداد و هنوز نمیدین، تا زمانی که یک رهبری منسجم اداره امور رو در دست نگیره در خارج از کشور، این وضع ادامه داره. این دستگاه آدمکشی و قصابی رژیم و توطئه‌های استعمار و استثمار غرب و شرقه که از ملت ایران قربانی میگیره و غنایمش رو، ملیش رو، طبیعیش رو غارت میکنه. کمبود رهبری در جنبش و رستاخیز ملت ایران، هیچ کس اون رو جدی نگرفت. نبود رهبری و برنامه ریزی واحد برای بچه های نازنین معترض در ایران که 6 بار 7 بار در طول 9 ماه گذشته به صورت میلیونی به خیابان آمدند، بیش از همه در 22 بهمن خودش رو نشون داد. موسوی جنایتکار، کروبی خائن، با اینکه مردم را به این راهنمایی دعوت کرده بودند، اما به لحاظ محدودیت‌های قابل فهم خودشون
و دستگاه حاکمشون و وابستگیشون به رژیم و حفظ و استمرار رژیم و بهره برداری که از مردم کردن همونطور که خاتمی کرد،